سلام دور رفقا، میدونم هر چه کسید خوب و خوش و سلامت باشید. رفقا داخل این ویدیو قرار تمام اسپکای میلی رو بگیریم، رنگ بندی کنیم، از بهترین تا بدترین رو بهتون بگیم، چه دی پی اسی میده، چقدر دی پی اس میده، آیا دی پی اسش خوبه، آیا میخوانش نمیخوانش و به درد میخوره یا خیر. خلاصه اگر به این نوع محتوا علاقه دارید و واسهتون مهم هستش که بدونید چه میلی به درد بخور هستش و چه میلی به درد نخور هستش، حتما تا آخر ویدیو با منم رو باشید. آقا چنل اوسا اسپانسر من تنها چنلی هستش که در حال حاضر به شما میتونه گیم تام یک ماه بفروشه. حتی شما میتونید کلی گولد هم داخل کلاسیک ازش حتی خریداری هم بکنید. بله شما میتونید گولد رو ازش خریداری بکنید و برید واسه خودتون گیم تایم یک ماه خریداری کنید و خلاصه که خیلی خفنه و همچنین جدیدن چنل اوسا اسپانسر من دمشق گرم شاپ ترکیه رو گرفته، اضافه کرده با بسیار بسیار قیمت‌های مناسب. من واقعا پشمام ریخته، این قیمت‌ها رو دارم می‌بینم، کمترین قیمت‌ها رو داره داخل کامیونیتی و حتما به چنلش سر بزنید اگر می‌خواید واسه اکانت‌های ترکیه‌تون وسیله خریداری کنید و همچنین می‌تونید گلدتون رو داخل تمام نسخه‌های گیم بهش بفروشید و می‌تونید همچنین بوست‌های این گیم هم ازش بگیرید. حتما به چنلش سر بزنید. راستی ویتری اگزولگ هم به قیمت بسیار مناسب می‌فروشه. آقا اول من بهتون بگم که دلیلی که من اومدم این DPS های تیر لیست DPS ها رو به دو دسته رنج و میلی گرفتم تقسیم کردم این بودش که رفقا من خودم خب به خاطر اینکه تازه اومدم ریتیل، گرفتن تیر لیست واسه من یه کمی سنگین هستش ویدیوش، چون واقعا ویدیوهای سختی هستن، خیلی باید تحقیق کنید. یعنی من الان دارم این ویدیو رو واسه شما میذارم ولی دارم از روز بتا دارم تحقیق میکنم. البته که من تو کلاسیک هم پلی میدادم به دلیل اینکه آدمی هستم که خیلی علاقه به خوندن پشنوت ها دارم، حتی کلاسیک هم که داشتم بازی میکردم از مثلا سیزن 3 دراگون فلوید یا سیزن 2 دراگون فلوید دارم دراگون فلوید تو دارم دنبال میکنم، میدونم چه کلاسی باف میشه نرف میشه، فقط از روی علاقه فقط و کلا دوست دارم همچین چیزایی رو. واسه همین هستش که دوست دارم مثلا این ویدیو رو واسه شما هم بگیرم و این چیزایی که مثلا میگم تا بتا تا الان مثلا خودم تحقیق کردم راجبشون بهتون بیام در اشتراک بذارم. و دلیل این که من این ویدیو رو به دو دسته تقسیم کردم، یه دونش اینه به خاطر اینکه من تازگی اومدم تو ریتیل و گرفتن همچین ویدیوهای سخت هستش به دلیل اینکه تحقیق زیاد نیاز داره همینطور که بهتون گفتم، و دومنش این هستش که من میتونم بیشتر تمرکز کنم روی اینکه مثلا فقط میخوام میلی رو به شما بگم، همین که تیر لیست بهتری در میاد که شما فقط به میلی رو دارید میگید، و همین که من میتونم بیشتر تمرکز کنم که به شما دقیقتر و درستتر ارائه بدم این تیر لیست ها رو. و نکته سومش هم اینه که خب ویدیو کوتاه‌تر میشه، ادیتش بهتر هستش، آپلودش راحت‌تر هستش و واسه منم سبک‌تر میشه و همچنین کیفیت ویدیو بالاتر میره. به این دلایل من به دو دسته تقسیم کردم، اینو اول بهتون گفتم که شما دلیلش رو بدونید و خلاصه بدونید که واسه هم من هم واسه شما بهتر هستش و کیفیت ویدیو بالاتر میره اگر من اینطوری به شما ویدیو رو ارائه بدم. اوکی خب قبل از شروع کردن تیر لیستم باید اینم بهتون بگم که اینهایی که من میذارم، مثلا اگر من فیوری واریور رو میذارم داخل عالی، آقا دیگه نظر شخصی منه، یعنی نیاز نیستش که اگر تو فکر میکنی که فیوری واریور به باف نیاز داره منو هیت نده داداش، این نظر شخصی منه، تو خیلی عادی هستش که تو در واقع یه نظر دیگه ای میتونی داشته باشی. متوجه چی میگم؟ و میگم نظر شخصی منه، نیاز نیستش که بپرید به جون منو یا بپرید به جون هم داخل کامنتو در واقع، حالا هر چیزی نظر شخصی من. اوکی ریلکس. اوکی فقط ببین که من درست میگم نمیگم و بتونم بعد یه راهنمایی بکنم. در واقع هدفم از ویدیو فقط همینه و تحقیقای منه در واقع. حالا شاید شما دو تا بیشتر تحقیق کرده باشید یا دو تا کمتر تحقیق کرده باشید یا از دو نفر دیگه تحقیق کرده باشید، از دو تا کانتنت کریتور متفاوت تحقیق کرده باشید. متوجه چی میگم؟ فیوری واریور به نظر من، فیوری واریور دمیجش داخل دراگون فلایت همین بودش و داخل دوارویدین هم همینه، دمیجی فرق نکرده. اما بخوام بهتون بگم، مثلا میگم هیرو تالنتی که بهش اضافه شده و ویژوال های جدیدی که بلیزارد به در واقع اسپلاش اضافه کرده، ابیلیتیاش اضافه کرده، خیلی این کلاس رو خفن تر کرده و به نظر من به شدت فیوری واریور کلاس خفنی شده. همچنین همین نظر رو من واسه آرم واریور هم دارم، دقیقا آرم واریور هم همینه ولی ویژوال های بیشتری بهش اضافه شده که شما وقتی با کلاس دارید پلی میدید خیلی 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 بیشتر باهاش حال میکنید
و خیلی لذت بخش هستش در واقع، اینطوری بهتون بگم. اوکی؟ و واسه همین من فیوری واریو رو، آرمز واریو رو داخل قسمت بالانس میذارم. بالانس به این معنی نیستش که پایینه و به این معنی هم نیستش که خیلی خفنه. در واقع یه جورایی از نظر من بالانس به این معنی هستش که به پلیر دیگه بستگی داره. یعنی شما اگر پلیر خوبی باشید میتونید حتی جوری با واریو رو، فیوری و آرم پلی بدید که بره داخل قسمت عالی. نظر منه. اوکی؟ خب یه قسمت هم داریم، این قسمت هم نمیدونم که الان رسیدم به رد پالادین میخوام بهتون بگم. آقا رد پالادین در واقع واسه من داخل قسمت نمیدونم هستش. چرا؟ چون داخل بتا الان یه سری باگ های روش هستش که آدم نمیتونه ببینه که چقدر داره دی پی اس میده. و حالا تا الان که من دارم این ویدیو رو واسه شما میذارم که امشب یا فردا میادش، باید بهتون بگم که هنوز این باگش فیکس نشد که ما ببینیم چقدر داره دی پی اس میده. اما میتونم اینو بهتون بگم که داخل بتا وقتی که شروع شد، اون اولین روزها جزی از بهترین میلی ها بود. یه کمی نرف شدش، ولی وقتی نرف شد دیگه با باگم در واقع قاطی شد و دیگه نمیشه گفت کجای کار هستش. اوکی؟ و میگم اگر میخواید فقط اینو بهتون بگم، تنها ایده ای که دارم ازش خود داخل بتا خیلی اون بالا بالاها بود، ولی به مرور زمان اومد پایین و پایین و پایین تر که تا وقتی که به یه سری باگای برخورد کرد که الان داخل قسمت نمیدونم من هستش در واقع. اوکی؟ اسپک بعدی اسپک اوترو روگ هستش. آقا اوترو روگ به نظر من در واقع میشه گفت داخل قسمت به باف نیاز داره هستش. چرا؟ مثلا نمیگم به باف دمیجی نیاز داره، به نظر من تغییرات اساسی نیاز داره. چرا؟ مثلا من میگم یکی از کارهایی که بلیزارد میتونه واسه اوترو انجام بده این هستش که اون تیر بونس های سیزن 3 دراگون فلایتش رو به تلنتش اضافه کنه و همینو همین کار اگر بریزارد انجام بده، این اوترو روگ میاد داخل قسمت بالانس یا قسمت خوب میره. شما توجه کنید، ولی الان با مقایسه با خود اسپکای روگ واقعا به باف نیاز داره هستش و یکی از ضعیفترین اسپکای روگ هستش در حال حاضر. اسپک بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اسپک ساب روگ هستش. ساب روگ رفقا باید بهتون بگم که از اول حالا این بتا که اومدش کلن روک ها اینو بهتون میگم که اون آخر آخر بودن. اوکی؟ ولی خیلی بافشون کرد بلیزارد، یعنی واقعا بلیزارد اومد باف کرد روک ها رو، ولی به هر حال چیزایی که پلیر ها میخواستن واسه روک بلیزارد انجام نداد که اون هیرو تالنت درست حسابی بود، اد کردن ویژوال های درست حسابی هستش که واقعا شما دارید روگ رو پلی میدید به شما حال بده، ولی بلیزارد این کارا رو نکرد و فقط دمیج روگ رو اومد یه جورای بالانس کردش. و واسه ساب هم همچین اتفاقی افتاد، واسه تمام کلاس های روگ در واقع همچین اتفاقی افتاده. اسپکای دمیج پایینی بودن، ویژوال کمی دارن، حال نمیده باهاشون وقتی داره باهاشون در واقع پلی میدی، ولی خب بلیزارد اومد دمیجاشون رو حداقل بین این همه مشکلات فیکس کرده و من ساب روگ رو بین فیوری و آرم واریور میذارم، یا شاید هم جلوی فیوری واریور، آره جلوی فیوری واریور میذارم، یعنی بهتر از فیوری واریور هستش در واقع. البته نه، بذار همینجا بذاریم که با هم دیگه دوست و داداش بشن، اب نداره. آقا فراستیکه بیا، تمام شد. فراستیکه تمام شد، اون حالی به شما میده که دارید پلی میدید، یعنی کافی فقط برید یه چیز میگن تریال بزنید و ببینید که چقدر به شما حال میده که اول در مرحله اول که دارید بازی میکنید چه ویژوالای خفنی داره. از پشتتون یه دراگون یخی میاد جلوتون، یخ میزنه، دمیج میده، میره جلو، اصلا یه چیز وحشتناک و دمیج بسیار عالی، اصلا هر چی تعریف کنم کمه. و میگم میتونه داخل خوب هم باشه، ولی اگر تو کمبو خوبی قرار بگیره مثل اسوسینیشن روگ و آگمنتیشن و این چیزا تو قسمت عالی 100% میره. اما خب ما همین عالی اینو میذاریم. فراستیکی واقعا یکی از اسپکای ملی هستش که شما میتونید روش حساب کنید و یکی از چی میگن به اصطلاح خارجی میگن سیف پیکینگ و خیلی اسپک سیفی هستش که شما میخواید اینو پلی بدید و خیلی میتونید بهش تکیه کنید و در واقع اسپک خوبی هستش. دمیج بسیار خوبی میده، هیرو تالنت بسیار قوی داره، همه جوره خوبه. آن هولی دسنایت اسپکی که داخل بتا داشت جر میداد، داشت پاره میکرد، اینجا بود، یعنی حتی از همه کسترها هم جلوتر بود، داشت جر میداد رفقا. اوکی؟ خیلی نرف شد، پارش کرد بلیزارد و این داداشی که ما داریم میبینیم باید داخل قسمت بالانس قرار بگیره، اونم آخر بالانس از نظر من. و خیلی نرف شد با اینکه هیرو تالنت های خفنی داره،
به شدت روتیشنش رو بریزارد گرفت، اصلاح کردش و خیلی کلاس خوبی شد، اما زیادی نرفش کرد و یه جورای رید بهش. اما داخل با مقایسه با اسپکای دیگه میلی واقعا جزی از خوبا هستش، واسه همین ما اینو میذاریم تو بالانس و داخل قسمت به باف نیاز داره نیازیست بذاریم. به نظر من بالانس واسهش اوکی هستش و شما میتونید آن هولی دس نایت هم پلی بدید، ولی اگر دس نایتید دیگه چرا فراست رو پلی ندید؟ من دیگه واقعا نمیدونم، چون فراست واقعا ریورک شد و میگم حتی روتیشن فراست هم تغییر کرده شد، خیلی خفن شد و پلی دادن باش بهتون حال میده. واقعا شاید اشتباه کنید اگر آن اونلی پلی بدید. به نظر من اگر پلیر حرفه‌ای هستید و واقعا میخواهید هاردکور پلی بدید و ریتینگ و این چیزا بالا ببرید، اگر میخواهید دیکی پلی بدید حتما حتما دیکی فراست رو انتخاب کنید. اسپک بعدی یعنی اسپک هانتر، ببینید من واسه اسپک هانتر و فرال، حالا فرال هم بعدش هستش اتفاقا، ایده خاصی ندارم که چی جوری هستن، اما طبق تیر لیست هایی که من دیدم با اینکه توضیحاتی که راجبشون میدادن، من بالای شاید 10 تا ویدیو دیدم از بتا تا الان، 10 تا ویدیو چی مسخرهمو میکنید، واقعا شاید بالای 20 بار ویدیو دیده باشم در مورد تمام اسپک های واروین و بازم ایده خاصی واسه سرویون هانتر و فرالدروید به من ارائه نشد. اما چیزایی که من بیشتر این چیز دیدم این بودش که اوایل داخل قسمت بالانس بود، ولی این اواخر یعنی این هفته که تیر لیست رو من داشتم میدم، اسپک میلی هانتر به شدت خوب بودش و همه گذاشته بودن داخل قسمت عالی، ولی ما چون نمیدونیم داستانش چیه همون داخل خوب میذاریم، ولی میگم طبق تحقیقات همیشه بود قسمتمون بالای بالا و منم میگم از هانتر و فرال روید کلن سر در نمیارم زیاد، حتی باشون پلی هم دادم سر در نیاوردم داستانشون چیه و داخل رنج هم مثلا میخوام یکی از اسپیکای بگم که سر در نمیارم واقعا بالانس روید هست. شاید فکر کنید خیلی راحت و مسخره هستش که من سر در نمیارم، ولی واقعا اینطوری هستش. حالا به نظر من فرالدروید هم میگم داخل همون قسمت نمیدونم قرارش میدم و حتی داخل قسمت خوبم هم نمیبرمش و همین نمیدونم باشه بهتر هستش، تیر لیستمون تمیزتر باشه. حداقل اگر یه چیزی رو نمیدونم دوستان بهتون بگم که واقعا نمیدونم، مثلا الکی نیام اینو اینجا بذارم تا یه وقتی برید دروید بزنید بعد ببینید که کلاس خوبی نباشه و ضربه بخورید به خاطر من، واسه همین نمیدونم میذاریم باش. مونک، آقا مونک به نظر من کلاسی هستش که روتیشنش بسیار خوب شده و به نظر من کلاسی هستش که بسیار بسیار الان بهتون حال میده اگر پلیش بدید. شاید داخل دراگون فلایت حال نمی کرده، ولی واقعا داخل واروین کلاسی هستش که باش حال میده پلی دادن و روتیشنش رو پلیزارد گرفته اصلاح کرده. هیرو تالنت هایی که بهش داده به شدت اومده این کلاس رو و این اسپک رو اومده قوی کرده، ولی میگم تو بتا خیلی، ببین تو بتا اینجا بود، تو بتا اینجا بود اوکی، ولی بلیزارد خیلی نرفش کرد متاسفانه، بلیزارد نرفش کرد و میاد داخل بالانس و جلوی آن هولی دستایت میاد به نظر من و میگم یا شاید هم جلوی آرمز واریور هم حتی بیاد، ولی میتونم اینو بگم اون اوایل بتا خیلی خفن بود، الان دیگه بلیزارد اومده نرفش کرده با ایرون تالنت هایی که داده خیلی به شما حال میده. میخواید اگر باش پلی بدید پلی بدید و کلاس خوبی هستش و خیلی قوی شده اصلاح شده. اگر دوست یکی از دوستان مونک هستید اکسپنشن خوبی هستش اگر میخواید مونک دی پی اس پلی بدید به نظر من، و میگم اینجا به نظر من داخل تیر لیستمون جاش بسیار بسیار خوب هستش. اسوسینیشن روک، کلاسی که یعنی اسپکی که کمترین حال رو من داخل اسپک های روک باهاش میکنم، خب همونطور که میدونید من مینم روک هستش، همون یه باری هم که بوستر معمولی رو به پایینی شدم روک پلی میدادم و به نظر من بلیزارد کلن به کلاس روک داخل واروین رید و تنها کلاسی شاید هستش که بهش بلیزارد دقیقا نکرد و هیرو تلنت چرت و پرتی بهش داد و میگم کلاسی هستش که فرقی با دراگون فلایتش روتیشناش نداره و این تنها بدیش هستش، ویژوالاش تغییر نکرده و حال نمیده شما باش پلی بدید. اما همونطور که بهتون گفته بودم از نظر دمیجی بلیزارد اومده بالانسشون کرده و اسوسینیشن روک داخل قسمت جلوی خوب قرار میگیره و جزی از بهترین اسپکایی هستش که شما واسه دمیج میتونید اینو انتخاب کنید و همچنین بعد اینو بهتون میگم که از یکی از در واقع راحت ترین اسپکای روک هستش، یعنی اول سخت ترین اسپک روک اوترو هستش، بعدش ساب هستش، بعدش هم
اسوسینیشن هستش، یعنی اسوسینیشن راحت ترین اسپک روگ هستش. اینو توجه داشته باشین، راحت ترین اسپک روگا، نه راحت ترین اسپک بازی، چون روگ کلا سخت ترین کلاس گیمه. اوکی، اینو همه جا شما میتونید برید ببینید داخل همه تیرلس های که ایزی تا هارد رو بهتون نشون میدن. و میگم اسوسینیشن روگ به نظر من دمیج بسیار خوبی میده، ولی خب میگم مشکلاتش هم بهتون گفتم دیگه، روتیشن همونو ویژوال کمی داره و کمتر بهتون حال میده و همین، ولی از نظر دمیجی 100% اینجا قرار میگیره به نظر من. هاوک دیمن هانتر ببین هیرو تلنت بالانسی داره، یعنی نه هیرو تلنت عالی داره نه هیرو تلنت به باف نیاز داره داره، متوجه چی میگم؟ و هیرو تلنتش به نظر من بالانسه، خوبه، ویژوال خوبی داره، پسیف های خوبی بهش میده، در کل کلن کلاس دیمن هانتر ویژوال خوبی داره اوکی، ولی هیرو تلنتش یه سری پسیف های خفنی بهش اضافه کرده که به نظر من نقطه ضعف های این کلاس رو گرفته، کمرنگ کرده اوکی، و واسه همین دیمن هانتر میتونه جلوی تمام اسپک ها قرار بگیره داخل قسمت بالانس به نظر من، و بسیار بسیار کلاسی و اسپکی هستش که من خیلی دوستش دارم. ویژوال خوبی داره، دمیج بسیار بسیار خوبی داره میده، البته نه اینکه بسیار بسیار خوبی بده، از نظر دمیج شاید باید بیاد قبل ساب رو قرار بگیره، قبل فیوری واریور قرار بگیره، یا شاید مثلا قبل مونک قرار بگیره، ولی وقتی ویژوالا رو حال دادن با گیم پلش و این چیزا رو هم در نظر میگیری و اون که نقطه ضعفش کم رنگ تر شده، واقعا میتونی بیاد جلوی تمام این چیزا قرار بگیره، و من دوستم داخل تیر لیستم دیمن هانتر رو اینجا قرار بدم. آره، و انهانسمنت شمن به نظر من اون اوایل خب بتا همه ذوق زده شدن گفتن که ایول انهانس شمن برگشته، به خاطر اینکه خب اینجا بود انهانس شمن، و خیلی اونایی که انهانس شمن پلیر بودن خیلی خوشحال بودن. یکمی که از بتا گذشت یه نرف خیلی سنگین خورد که دوباره انهانس شمن اومد به این قسمت که به باف نیاز داره، اما خوشبختانه دوباره بلیزارد اومد بافش کرد و دوباره دل انهانسمنت شمن پلیرها رو در واقع به دست آورد، و انهانسمنت شمن میتونه داخل تیر لیست خوبمون قرار بگیره پشت سرویور هانتر. البته به خاطر اینکه ایده خاصی بازم از سرویور هانتر ندارم، بذارید جلوی سرویور هانتر اینو بگیریم قرار بدیم. کلاس روگ و بلیزارد کلا باید هیرو تالنتشو باید ریورک کنه، و این رو از من بشنوید که تون حد اکثر نسخه میدنایت ما باید یه سری یه هیرو تالنت کلن ریورک شده ای از روگ ببینیم، چون تنها کلاسی هستش که خیلی ها دارن نسبتش به بلیزارد ازش در واقع انتقاد میکنن، هیتش میدن و میگن که بلیزارد حتما باید این کلاس رو بگیره درست کنه، و میگم این چیزایی هستش که بالانس هم به نظر من بهترین میلیایی که شما میتونید پلی بدید فراست دیکی، اسسینیشن روگ و این انهانسمنت شمن هستش، و اگر میخواید کومبو بزنید و کومبو میلی در واقع بزنید میتونید، اگر کومبو بزنید فراست دیکی و اسوسینیشن رو میان قسمت عالی با ارزم به حضورتون آگمنتیشن، و به نظر من خیلی میتونه خفن باشه آگمنتیشن و ونجنس و با هیلر اووکر یا رستوریشن دروید، که ما همون هیلر اووکر رو میذاریم، یا البته نه رستوریشن دروید هم بذاریم باشه. به نظر من این کومبوی هستش که شما میتونید واسه میلی انجامش بدید، یا اگر هم حالا آگمنتیشن ایووکر نمیخواید ببرید، به نظر من انهانسمنت چمن میتونه خیلی خوب باشه، چون هم اسکای فیوری میده و میتونه واسه میلی ها خیلی خوب باشه. میگم کومبوی میلی به نظر من روی اینها شما میتونید بگیرید حساب کنید، و بسیار بسیار تیر لیست خفنی درست کردم و خودم خیلی راضی هستم. خلاصه مرسی که ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودی، هر نظری داشتی راجع به تیر لیستم حتما حتما داخل کامنتو بگو بهم. اگر هم رفقا میبینید که من یه چیزی رو اشتباه نوشتم، بازم میگم نیازی نیست بهم هیت بدید، میتونید هم انتقاد کنید و بهم بگید که آقا به نظر من روک میتونست مثلا دیمن هانتر نباید اینجا قرار میگرفت، باید داخل به باف نیاز داره قرار میگیره، به دلیل اینکه من فلان روز فلان ساعت باهاش پلی دادم و دی پی اس خوبی نمیداد. میتونید همچین کامنتی بذارید، نیاز نیستش که به همدیگه رو بگیریم پاره پوره کنیم، و بازم میگم اینا همش نظرهای شخصی بنده هستش، اگر باهاش مخالفی هیچ مشکلی نیستش، بسیار بسیار طبیعی هم حتی هستش. مرسی که ویدیو تا اینجا با من همراه بودی، حتما حتما به چنل اسپانسر من جوین شو، و دمت گرم که همیشه منو حمایت میکنی. مراقب خودت باش و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.